به نام خدا. جلسه دوم پروژه آشپزخونه، قصد داریم که ادامه روند کارمون رو در نرم افزار اتوکد به پایان ببریم و فایلمون رو وارد نرم افزار 3D Max کنیم. توی این مرحله ما میخواییم که طرحی که کارفرما خودش از تقسیم بندی های کابینت مد نظرش هست رو اینجا توی نرم افزار اتوکد پیاده سازی کنیم و ادامه داستان رو در نرم افزار مکس برای سه‌بعدی کردن انجام میدیم. اینجا ما تقسیمات 60 تایی و حالا یک تقسیم 50 تایی داریم و بعد هم قسمت گاز و هود هستش که این رو ما قراره توی این دیوار 6 متر و 25 سانتیمتری پیادش بکنیم. توی طرحی که کارفرما اینجا توضیح داده که یه 45 سانتیمتر خالی داریم و بعد طرحمون شروع میشه. البته الان من با این کاری ندارم، ولی خب گفتم الان که این تصویر اینجا هستش این رو هم دیدم توضیحش رو بگم خدمتتون. خب شروع میکنیم به کشیدن این عرض موضوعتون که کلیتی که اینجا وجود داره در نرم افزار اتوکد. خیلی خب من ماشین حساب رو میارم و میخوام این رو مجموعش رو در نظر بگیرم تا انتهای این قسمت کمدی. خب ما اینجا 10 سانتیمتر ستون داریم به اضافه 60، به اضافه 3.2، 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 به اضافه 50 و تمام 376 سانتیمتر و یه 10 سانت هم ستون داریم که میشه 386 سانتیمتر. این متراژ قسمت طول قسمت کمدی. بله خب پس ما یه دونه طول 386 سانتیمتری داریم و قبلا هم گفتیم که قرار ارتفاع تمام شده کارمون طبق اون چیزی که کارفرما گفته 224 سانتیمتر باشه. این همون نقشه ایه که کارفرما فرستاده. میبینید اینجا حالا برعکس هم هست، ولی خب اگه بخوام بچرخونمش اینجا یه بار دیگه بعد میبینید اینجا ما یه ارتفاع 224 سانتیمتری داریم. پس ما یه مستطیل داریم با عرض 224 و طول 386. بریم که اینو توی نرم‌افزار اتوکد ترسیمش کنم. اولین کاری که میکنم دستور رکتنگل رو اجرا میکنم و یه جا تو صفحه کلیک میکنم، به اختصار حرف دی رو تایپ میکنم که مخفف دایمنشن هست و ازم طول و عرض رو میخواد که من 3.86 رو به عنوان طول وارد میکنم و 2.24 رو به عنوان عرض و میبینید که تمام شد. این میشه اون مستعتیلی که حالا قراره تقسیماتش رو انجام بدم. خیلی سریع من با استفاده از سیرکل تقسیماتم رو انجام میدم. گفتیم که 10 سانتیمتر ستون داریم. خوز میخوام خیلی بزرگ شد. من 10 متر اینجا من این رو باید 10 صدم وارد کنم. سی رو میزنم و 1/10 رو وارد میکنم. خب حالا ما یه دونه لاین اینجا ترسیم میکنیم و این انتها 10 سانت ما ستون جدا کردیم دیگه. میایم اینجا با استفاده از تریم این اضافهش رو حذف میکنیم. تریم دبل اینتر که تی آر رو تایپ کنیم دوباره اینتر بزنیم آماده این کار میشه. این دو دیگه لازم ندارم. حالا میخوام از دستور آفست استفاده کنم. او که بزنم دستور آفست اینجا توی این منوی کوچیک میاد و من اینجا دوباره اینجا باید
بهش بگم که چه دیستنسی رو باید این برای افستش انجام بدم. اول البته اون خطی که میخوام افست بشه و بعد مقدار افست رو مشخص میکنم. ما اینجا 6 میشه 60 سانتی متر بعد جدا کنم. از دست رو افست میام بیرون، یه بار دیگه اجراش میکنم، اینتر رو میزنم، خطی که میخوام رو انتخاب میکنم و 3.2 سانتی متر برای دستگیرهای مخفی جدا میکنم. دوباره از دستور میام بیرون، دوباره افست میزنم، یه دونه دیگه اینتر، یعنی او دبل اینتر، خط آخر انتخاب میکنم و دوباره 60 سانتی متر یا 6 دام. و همین منوال این کارو ادامه میدم، یعنی الان دوباره دستور افست، یه بار اینتر زدم اجرا شد، اینتر دوم، انتخاب خط مورد نظر و 0.032 یا همون 3.2 سانت. و همین روال من تا آخر پیش میرم و بعد ادامه آموزش رو در خدمتتون هستم. خب من اینجا الان یک ستون 10 سانتی متری دارم، 1, 2, 3, 4, 5 تا کمد 60 سانتی متری دارم و یک کمد 50 سانتی متری به اضافه یک ستون 10 سانتی متری دیگه، دقیقا طبق این تر. حالا باید چی کار کنم؟ حالا باید این قسمت رو اعمال کنم. این رو هم به همین شکل قبل انجام میدم. عددی که اینجا هم کارفرما گذاشته 60 به اضافه 90 به اضافه 60. 60 به اضافه 90 به اضافه 60. مساویه 210 سانتی متر هم این قسمت هستش. با این تفاوت که این دیگه ارتفاعش کجاست؟ ارتفاعش کمتر از این کمدی هاست و باز هم این قسمت بالاش هم که قسمت کاور هودش هستش، این هم پایین تر نشسته. ولی خب حالا من شروع کنم به کشیدن این قسمت پایین تر در وهله اول. 73 سانتی متر من برای ارتفاع، درست 73 میزنید شما؟ 72 میزنید. 72 سانتی متر این همکارم که الان اینجا کنار بنده هستش میگن در اجرا ارتفاع میدن به کابینت های زمینی. پس ما داریم 210 در 72. بریم که انجامش بدیم. دوباره یه دونه رکتنگل به این شکل دی اینتر. خب از ما طول رو خواسته، چقدر بود؟ 210. پس تایپ میکنم 2.1 که میشه 210 سانتی متر. این هم طول و 0.72 یا همون 72 سانتی متر و این میشه کابینت های زمینی ما. درسته؟ من این رو با W ببخشید این از بکنم مکس موو رو، حرف M رو تایپ میکنم، دستور موو رو میزنم، این رو میارم و اینجا میزنم و همین راحتی. خب ما کابینت زمینی رو کشیدیم. ارتفاع، یعنی فاصله بین کابینت زمینی و دیواری معمولا 50 تا 60 سانتی متره و ما اینجا عدد 60 رو در نظر می‌گیریم. البته بذارید اول تقسیمات اینجا رو ما انجام بدیم. برای اینکه تقسیمات اینجا رو انجام بدیم باید چیکار کنیم ما؟ کاری که می‌کنیم اینه که ما یه دونه رکتنگل می‌کشیم از اینجا، چقدر؟ 60 سانتی. L اینتر، دستور لاین، میام اینجا اینتر، دایره‌مو پاک میکنم با استفاده از دستور extend دبل اینتر، اینو دوباره از پتان میج، حالا باز دوباره استفاده از دستور offset دبل اینتر، انتخاب خط، چقدر قرار بیاد؟ 90 تا 9 دهم میام اینجا، اینم که 60 سانت آخره. ببینید چقدر راحت و آسون هستش. اگه من یه دایره اینجا بکشم و 6 دهم رو تایپ کنم، دقیقاً در نقطه انتهای این رکتنگل وصل میشه. خب ما اینو کشیدیم. کاری که باید انجام بدیم اینه که من با استفاده از کپی میام اینجا CO و این رو کلیک میکنم و البته میتونم یه کاری کنم، یه دونه سیرکل میکشم از اینجا به مقدار 60 سانتی متر. حالا رکتنگلم رو با اون خطوطی که تقسیماتش رو انجام دادم انتخاب میکنم، CO کپی، از این قسمت یه کلیک میکنم، میام بالا و اینجا روی دایره من یه دونه کنترل کلیک راست میکنم و گزینه
کوادرانت رو انتخاب میکنم. بفهم به هم یه دونه نقطه داد در ربع این دایره. این هم کابینتی که برای هود ما باید استفاده کنیم. فقط اتفاقی که میفته ارتفاع کابینت کاور هود متفاوت هستش. ارتفاع رو چند خواستن شما برای اجرا بزنید؟ هم هفتاده؟ خیلی خوب. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که یه دونه دایره با سیرکل من رسم میکنم، صفر دو، دو سانتیمتر با صد از یه لاین. این قسمت رو چیکار میکنم؟ یا نمیتونم اصلا این رو بگیرم و بیارمش اینجا. پس من رکتنگلم انتخاب میکنم، میام روی این قسمتی که هست ورتکس میبینید و میارمش پایین. اصلا دایره هم نیاز نبود، تو مسیر پایین اومدن حرکتش میدم و تایپ میکنم 0.02 معادله 2 سانتی متر. 2 سانتی متر اومد پایین. میبینید حالا این دایره حداقل از نظر بصری به ما ثابت میکنه که این 2 سانتی متر کم شد. دایره رو دیلیت میکنم با استفاده از تریم، دبل اینتر، پاک و اینم پاک. تمام. خب تبریک میگم دوستان، ما این قسمت رو به راحتی ترسیم کردیم. جا گذاریش بسته بودی کردنش رو فعلا میذاریم کنار، میریم سراغ بقیه قسمت هایی که باید به همین شکل کارفرما برامون فرستاده و قصد داریم که بیایم و اونجا اعمالش کنیم. خب این هم دیوار بعدی که قراره ما روش کار کنیم. اگر من از اسنیپینگ تولز استفاده بکنم و اینجا رو به شما بخوام نشون بدم که تمرکز راحت تری داره، تصویر بیارم پایین، تصویر رو درست. خب الان میخوایم رو کجا کار کنیم؟ الان میخوایم روی این قسمت کار کنیم. ببینید اینجا حرکت میکنه و میاد تا این انتها و در ادامه کابینت میچرخه و میاد تا زیر پنجره. حالا میخوام موقعیت اینو تو عکس‌ها نشون بدم. ببینید این تصویر رو اگر شما ببینید، اینجا اون 88 سانتی متر دیوار است، اومده حرکت کرده و اینجا چرخیده. درسته. حالا که تصویرش رو دیدید و نقشه رو هم دیدید، طرح رو ببینید. دقیقاً این 88 سانتی متری که اینجا حالا 87 زده اینجا گذاشتن برای یه کمدیه که میاد دقیقاً روی این ستون میشینه اینجا. و بعد از اون ما این قسمت رو داریم که تقسیماتش رو هم پیمانکار اجرایی پیشنهاد اندازه گذاریش رو داده و ما واقعا ازش ممنونیم. خیلی از پروژه ها این اتفاق نمیفته، ولی خدا رو شکر تو این پروژه ها هرچند که کمی بدخط هست، ولی میشه که خب سریعتر روند کار رو پیش برد. در غیر از این موارد پیشنهاد من به شما اینه که حتما همین کار رو انجام بدید. یعنی طرح ذهنی خودتون رو از طراحی همیشه روی کاغذ، حتی اگر میشه بدخط، تصویر کنید تا مشکلتون حل بشه. حالا میخوام با هم یه چک بکنیم. اینجا ما یه دیوار 389 سانتی متری داریم به اضافه یه دیوار 88 که به صورت ستونی اومده بیرون. من اگر با ماشین حسابم این رو جمع بزنم، 389 به اضافه 88 مساوی است با 477. بذارید من یه ناتپد هم باز بکنم. خب پس ما یه دونه 477 داریم که طول دیوارمونه. رو بروش هم می نویسم. آقا دقت کن، طول دیوار، لطفا دقت کن دوست من. خب طول دیوار رو اینجا مشخص کردیم. حالا من اینو میارم کنار ناتپدمو. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که بیایم و طرحی که همکارمون برامون فرستاده رو جمع بزنیم. چون ما 477 سانتی متر اینجا داریم، چه اتفاقی قرار اینجا بیفته؟ شروع میکنیم جمع زدن. منظورم این تصویر هست. خب سعی میکنم که این رو به کوچیک ترش کنم و برگردیم به تصویرمون اینجا و بیارمش اینجا. درسته. این میشه تصویر این قسمت دیوار. شروع میکنیم به جمع زدن. اینجا 87 سانتی متر داریم دیگه. شروع میکنیم. بسم الله. 87
به اضافه 60، به اضافه 45، به اضافه 45، به اضافه 95، به اضافه 45، به اضافه 45 مساوی است با 422. چرا؟ عرض میکنم خدمتتون اینجا یه ثابتی هم وجود داره که اینجا این چرخیده و عمق کابینت های زیر پنجره است. ببینید وقتی اینجا کابینت اجرا بشه بیا تا این انتها باید بچرخه دیگه، یه عمق 55 سانتیمتری باید اینجا باشه حداقل. این اختلاف مال اونه. میخواید یه بار امتحان بکنیم؟ بذارید اینجا من بنویسم 422 میشه چی؟ کابینت ها بدون ثابتی. اینجا من این رو مینویسم، درسته؟ میارمش اینجا. خب حالا اینو به اضافه چی میکنیم؟ 55 میشه 477. ببینید این همون عددیه که قبلا برای طول دیوارها به دست آوردیم. خب شروع میکنیم به کشیدن این طرح همکارمون توی نرم‌افزار اتوکد با همین تقسیم بندی که گفتن. 224 ارتفاعی بود که ما ارتفاع تمام شده کارمون بود، همونطوری که اینجا ذکر شده بود توی این تصویر میبینید این تصویر. خب پس ما یه ارتفاع 224 داریم دوباره و بعد این تقسیم بندی که مجموعش میشه 422 و اون 50 سانت رو هم نیازی نیستش که الان توی ابزار اتوکد بکشیم. حالا میریم سراغش ببینیم که چه اتفاق میفته اون 55 سانتی متر بذاریم یا نذاریم. برای کار سبودیمون میتونه به درد بخوره، حالا زیاد فرقی هم نمی کنه دیگه، اینش سلیقه‌ایه. خب ماشین حساب میارم پایین، طرحم رو هم اینجا میذارم. از 87 شروع میشه و بعد ما داریم 60 سانتی متر. خب اول قرار بود رکتنگلش رو بکشیم. ما اینجا اول یه رکتنگلی داریم این شکلی 87 سانتی متری، به اضافه اینها اگه بکنیم 422 تا بود مجموعه این، به اضافه 224. پس میایم شروع میکنیم. اینجا من میتونم با استفاده از تکس، اگر حالا دستور تکس هم کار کنه، یعنی منظورم این که فارسی سازم نمیدونم نصبه یا نه، من اینجا یه فضایی رو برای تکسم درست میکنم و اینجا میرسم دیوار بزرگی کوچیکش کنم، دیوار اول، یا میتونم بذارم مثلا دیوار سمت در. دیوار اول میزنم، زیاد فرق نمی کنه که کجاست، یه کنترل A میزنم و ابعادش رو کوچیک میکنم. بذار اول از این قسمت در بیام. خب من این رو با استفاده از Escape SC میزنم و خیلی سریع اینو اینجا درستش میکنم. واسه از ام این بیشتر، ببینید این برای خودمونه و حالا شاید بعداً هم موقع شیت بندی های اندازه گذاری لازممون بشه، یا حتی میشه این طرحو که تو کد میکشیم و به کارفرمامون نشون بدیم و ببینیم که اون نظرش راجع به این طرح اولیه ای ما چیه. خب دیوار اولمون اوکی، میایم سراغ این قسمت که 422 در 224. پس یه REC rectangle کلیک و D رو میزنم، دایمنشن 422، درسته؟ اینتر، به اضافه اینم ارتفاعمون 224. آره ما چون داریم به صورت متریک کار میکنیم، من یادم یه بار دیگه REC اینتر بدون احتساب ثابتی من در نظر گرفتم دیگه 422، میتونیم حتی بزنیم 477 که چون غلطی نکنیم 477 اینتر در، بازم من اشتباه کردم معذرت میخوام، REC اینتر کلیک D اینتر 4 ممیز 77 و 2 ممیز 24 اینطور. این هم میشه این قسمت. البته کار داره،
چیکار داره؟ الان بهتون میگم. امو میزنم، موبش میکنم اینجا و یه لاین میکشم برای اینکه اینو بتونم به این نزدیک کنم. اینتر اینو بذارم و اینو دیلیت میکنم. خب ببین، من قصد ندارم اتوکد آموزش بدم، برای همین من فقط دارم خیلی سریع راحت‌ترین راه با استفاده از کمترین دانش و فقط چیزایی که لازمه رو توی این پروژه آموزش میدم. حالا انشالله آموزش اگر راجع به اتوکد بذارم کاملا مبسوط راجع به همه چیز صحبت خواهیم کرد. الان فقط قصد داریم که اون چیزی که لازم هست رو بگیم و از اضافه گویی خودداری کنیم. خب میبینید که اینجا این قسمت ازش کم شده. چطور این قسمت کم شده؟ خیلی خب، ما باید این قسمت رو ازش حذف بکنیم. یعنی اینجا این قسمت اومده، اینو بعداً بکشیمش و بعد هم بیایم اینا رو با هم یکی کنیم. چطور این کار رو انجام میدیم؟ اول که این قسمت رو باید اول با هم جمع بزنیم ببینیم چقدره. من از کلکیولیترم استفاده میکنم به غیر از این، یعنی اگر ما بخوایم حساب بکنیم میشه 477 منهای 87 منهای 87 حسابی هست با 390 تا این اومده. حالا این قسمت از اینجا تا اینجا چقدره؟ خیلی ساده است. ما اگر که اینو بذارید من اینجا بنویسم، 390 چیه؟ فضای خالیه، یه فضای خالی بنویسم. این فقط برای اطلاعات خودمون که راحت الان کارمون رو انجام بدیم. این فضای خالی 390 تا از اینجاست تا اینجا. چجوری شد 390 تا؟ یه 55 تا داشتیم به اضافه این تقسیمات تا اینجا و این قسمت رو هم در نظر نمیگیریم چون این قسمت که تا بالا اومده. حالا از اینجا تا اینجا چجوری در نظر بگیریم؟ میگیم 224 منهای 72. چرا دیگه؟ اینجا تا اینجا 72 تاست دیگه. ارتفاع کابینت زمینیمون 72 تاست بدون پاخور. نه با پاخور کاری نه، مساوی 152. ما بعد ارتفاع این رو هم 152 در نظر بگیم. ما یعنی الان اینجا یه 390 در 152 چی داریم؟ فضای خالی داریم که باید ازش حذف کنیم. حالا من اسمش رو گذاشتم فضای خالی، شما میتونید هر چیزی بذارید. پس من چیکار میکنم؟ یه دونه میتونم یه دونه سیرکل بکشم از اینجا و عدد 390 رو ببخشید 3.9 رو وارد کنم، این میشه تا اینجا و یه دونه لاین از اینجا بگیرم و بیام تا این پایین. حالا این رکتنگلم رو دیلیت میکنم، یه دونه دیگه رکتنگل میخوام. چقدر؟ 150 چقدر بود؟ میارم ناتپدم رو، برای همین خوبه 152 تا. یه دونه سیرکل اینجا میکشم 1.52، یه دونه لاین میکشم بفرمایید از اینجا تا اینجا، اینم از این دایره رو پاک میکنم، دستور تریم دبل اینتر این قسمت ها رو حذف میکنم. بفرمایید راحت نه؟ خیلی خوب، میایم سراغ این قسمت اینجا. این قسمت هم که میبینید چرخیده، اینو الان فعلا باش کاری نداریم. این رو به قولی ما یک دیوار دیگری باید در نظر بگیریم. پس ما با این فعلا کاری نداریم. آها میتونیم الان تقسیمات این پایین انجام بدیم بعد بیایم اینجا. اینجا این 87 تقسیم بر 2 شده. قرار این بالاش هم اینجوری باشه، یعنی درهای این مدلی داشته باشه. یعنی اینجا از بالا تا پایین اینجا تقسیم شده، از اینجا تا اینجا هم اینجا تقسیم شده، درسته؟ خیلی نگفتن اینجا چقدر این ارتفاعی که خواستن اینجا داشته. معمولا اونجا 45 آره، ولی من فکر کنم 50 بگیریم بهتر باشه. حالا ما همون 45 که خودتون میخواییم بگیم. خب برای اینکه این قسمت جدا کنیم چیکار می‌کنیم؟ یه لاین اینتر از وسط این قسمت می‌خوام بگیرم دیگه. کنترل کلیک راست چی مید پوینت بفهمید، اینم مید پوینت تا این پایین میارم، تریم دبل اینتر اینم هست. حالا این قسمت رو می‌خوایم چیکار کنیم؟ 45 سانتی به دستور کارفرمای محترم جدا کنیم دیگه. اینم لاین، بعد 45 تا
زیبا شد و کافی. سیرکل پای تریم در اینتر و این قسمت هم حذف میشه. میریم سراغ قسمت این پایین، تقسیمات پایین رو بذارید بیارم. شروع میکنیم 45-45 و به این ترتیب من این روی مانیتور این وری میذارم و شروع میکنم به کشیدن. چجوری؟ یه دونه سیرکل اینتر از اینجا 45 تا، یه لاین میکشم از اینجا تا بالا به این شکل، تریم دبل اینتر، این از این افست او دبل اینتر، انتخاب خط چقدر؟ 45 تا. اسپیس رو میزنم و اساعت دستور میام بیرون، دوباره دو تا اسپیس، دستور اجرا میشه، انتخاب خط میام اینجا، دوباره چقدر این دفعه؟ 95 صدام که میشه 95 سانتیمتر اینتر این قسمت، و دوباره اسپیس رو میزنم از دستور میام بیرون، دوباره دو تا اسپیس میزنم، دستور قبل کم افست اجرا میشه، دوباره انتخاب خط چقدر؟ بله دوباره همونطور که درست حد زدید 45 سانتیمتر، و ما یه تقسیم 45 سانتیمتری و یک تقسیم 60 سانتیمتری اینجا داریم، و بعدم که این قسمت کمدیه که کشیدیمش، درسته؟ یه 45 یه 60 موند، میایم اینجا و میکشیم، اینجا میشه 45 و این انتها هم بعد الان 60 تا مونده باشه. آها ما یه اشتباهی کردیم دوستان، ما یه 55 سانت هم باید این انتها برای اون کابینت ثابتی آخر در نظر بگیم. اوکی اشکالی نداره، من تنها کاری که بکنم این خط رو انتخاب میکنم، امو میزنم اینتر، یه نقطه رو انتخاب میکنم، چقدر میخوام حرکت بدم؟ 55 صدام یا 55 سانتی. تمام. اینجا ما اگر یه سیرکل دیگه بکشیم و 55 رو جدا کنیم و با استفاده از افست هستن او رو میزنم، این قسمت رو انتخاب میکنم و 45 بزنم، ببینید دقیقا اینجا بسه. پس ما الان توی این تر این قسمتی که این پشت هست اون 55 مونه، و بعد دونه دونه اینجا ما این باز گم شد بیارمش. ببینید اینجا 55 سانتمونه تا پایین، این 45مونه که اینجا هستش، و 45 بعدی که این قسمت هستش، و همینطور 90 و همینجور میاد تا الاخر. این آخرمون هم که قرار بود چقدر باشه؟ 60 سانتیمتر باشه، که من اگه یه سیرکل بکشم اینجا و اینجا موازی 6 تمام بزنم میبینید که دقیقا آمد اینجا. اما من برای اینکه اشتباه نکنید میخوام این را پاک هم مجددا بکشم یه بار دیگه. ما گفتیم یه ثابتی داریم، یه سیرکل میکشم اینجا و 55 سانتیمتر جدا میکنم، لاین میزنم، میام اینجا سیرکلم رو پاک میکنم با استفاده از تریم دبل اینتر، اینو پاک میکنم، حالا افست رو میزنم و دوباره اون تقسیمات قبلی باید اینجا اعمال بشه. اولیش چقدر بود؟ ببینید 45 45 95 45 45 60. اینو من اینجا میذارم و میام اینجا، میبینید عبادم حالا میبینم. خب شروع میکنم او دبل اینتر، انتخاب خط 45. وقتی دوباره میخوام عدد قبلی رو بزنید دیگه نیاز نیست از دستور بمیم، دوباره خط رو انتخاب میکنم 45، از دستور میبینید دوباره اینتر 90 95 95، و از دستور میام بیرون دبل اینتر 45 تا، یه 45 و یه 60 مون، درسته؟ دوباره این از این اینتر که بزنم میام اینجا 45، اینم اون 60 سانتی متری سی اینتر، اینجا شروع کنم اینم 6 تا بفهم. تمام. خب ما تقسیماتی که همکارمون برامون فرستاده رو طبق اون چیزی که اینجا هست کشیدیم. میبینید که ما الان اگر من این روی ذره بیارم اینجا و بعد تصویرم رو بیارم به این شکل، میبینید که دقیقا همینجا این 55 تا ثابتی 45 45 95 45 45 60، این هم 87 که تقسیم بر 2 شده به این شکل میمونه. کجا؟ میمونه این قسمت.
چجوری اینو درش بیاریم واقعا؟ این قرار چجوری باشه؟ تا کجا بیاد؟ این رو الان من بهتون میگم. همونطوری که میبینید، همونطوری که میبینید اینجا ما 60 سانتی متر از این کمدیمون فاصله داریم، این برم 60 تا از دیوار انتهای خالی داریم، پایین هم که گفتیم 60 تا خالیه، تقسیماتش هم که 90 95 و 90 و حالا اینجا نوشته که قراره اینجا گرد باشه، ما با اون فعلا کاری نداریم. ما این 60 تا رو سعی میکنیم اول اینا رو در نظر بگیریم. میایم اینجا یه سیرکل من میکشم، چقدر؟ 6 تا. یه دونه لاین میکشم از اینجا میام بالا، دقیقا مماس با این اینجا، درسته؟ این آخر دیو از ثابتی به این ور شستا یا از دیوار به این ور شستا؟ یعنی ثابتی ما اوکیه، گرفتم سی رو میزنم و دوباره از انتهای دیوارم 60 فاصله میگیرم، یه دونه سیرکل دیگه میگیرم از این پایین 60 و یکی دیگه اینجا 60. خب اگه ما اینا رو به هم وصل بکنیم میرسیم به اون چیزی که میخوایم. چه جوری وصل بکنیم؟ من یه لاین میکشم، میام اینجا، از اینجا وصل میکنم به اینجا، درسته؟ یه لاین هم میکشم از کنترل کلیک راست کوادرانت رو انتخاب میکنم، از اینجا میکشم تا اینجا است. حالا دوباره با لاین از اینجا میام اینجا، کنترل کلیک راست کوادرانت اینجا رو انتخاب میکنم، میام پایین اینجا، تمام. دایره ها رو بیاید پاک بکنیم. این از دایره ها، خطوط اضافه راهنما رو پاک بکنیم. این اگه یادتون باشه خطوط راهنما بود، دیدید؟ حالا بمونه تریم، دبل اینتر، 1 2 3 4. این هم اون قسمت. چقدر واقعا شکیل و زیبا، درست خوب نکشیدم ولی در نظر گرفتم. تقسیماتش چجوری بود؟ من یه دونه 90 داشتم این و یه دونه 90 داشتم و 95 هم وسط خالی. 30 رو میزنم اینجا شروع میکنم کشیدن، یه 19 یه دونه 95 و یه 19 هم میبرمونده دیگه، میخواد بکشم ببینید. این هم 19 تقریبا نزدیک به اندازه گذاری یه که میگم. بذارید یه چک بکنیم اینو، ببینیم مجموع این چقدره. من یه دونه دایم میارم اینجا، این 270 2 متر و 70 سانتی متر، درسته؟ خب ماشین حساب میارم، 270 منهای 90 منهای 95 منهای، خب این یه دونه 5 سانت ما عرض براش کم در نظر گرفتیم. به راحتی این کارو اصلاح میکنیم. ما میایم و تقسیماتمون رو تقسیمات 90 تایی اول در نظر میگیریم. من یه دونه سیرکل 90 میکشم و با استفاده از لاین این قسمت رو میارم بالا. دایره ها پاک میکنم، دیلیت، تریم، اینجا رو پاک میکنم و بذارید ببینم اگر که ما هر سه رو 90 در نظر بگیریم، بذارید من یه بار دیگه سیرکل بکشم اینجا ببینم 60 سانته. خب بله، یه سیرکل هم از اینجا میکشم، اینم 60 سانت. خب ما میتونیم یه کار دیگه بکنیم، ما میتونیم بیایم و با استفاده از سیرکل این تقسیم بندیمون رو به این شکل در بیاریم. یه سیرکل میکشم 90 سانتی متر، لاین میزنم، از اینجا میام بالا، یه سیرکل دیگه میکشم دوباره 90 سانتی متر، 95 سانتی متر و اینم که لاینش رو میکشم. خب به این شکل. حالا دایره ها پاک، دیلیت، تریم، این هستی.
ببینید من اگه الان از این قسمت به این شکل جدا کنم 95 وسط هم درسته، فقط مسئله اینه که این ور کمتر از 90، ببینید 85 و این قسمت چیه 90. چی کار کنید؟ خیلی راحت 2.5 سانتی اینا رو حرکت میدیم این ور. به همین راحتی من دایمنشن ها پاک میکنم، این دوتا خط رو انتخاب میکنم، ایمو میزنم موف، یه جا همین نزدیک رو کلیک میکنم، به سمت چپ موسم رو حرکت میدم که این خطچین های زرد رنگ بیاد و تایپ میکنم ممیز 0.25 یا همون 2.5 سانتی متر. حالا اگه دوباره دایم بگیرم کلش 270، از اینجا تا اینجا 70.75 و از این قسمت تا این برم 87.5. وسط هم وسط هم 95. چرا این کارو کردیم؟ ما میتونستیم 2.5 سانتی به این و 2.5 سانتی به این برم اضافه کنیم، ولی مسئله که وجود داشت این فاصله 60 سانتی متری مون. آقا خوابیدی چرا؟ زیر سوال میرفت این خسته ای؟ خیلی خوب الان تمام میشه، این هم تمام، ما این دیوارمون رو هم کشیدیم. خب در ادامه ما یه دیوار هم این برداریم که بالاش پنجره است و بالاش که چی؟ یه کابینت زمینی داره. این کجاست؟ توی نقشه ما اینجا میشه 170، دقیقا این قسمت. بذارید من این رو پاک کنم که شما قاطی نکنید. اینجا ببینید این دیوار از اینجا تا اینجا رو الان میخواییم بکشیم، بالاش چیه؟ پنجره است. کجا هست؟ اینجا. ببینید اینجا رو، این زیرو میخواییم کابینت زمینیش رو در نظر بگیریم. حالا اتفاقی که اینجا افتاده چیه؟ توی طرحی که همکارمون برامون فرستاده و خواسته که به اون شکل بشه، اینجا سه تا تقسیم بندی داره و بقیهش هم که همون طولیه که اونجا هست. توی نقشمون اگه بخوام طول اونجا رو دقیق تر ببینیم 275.5. خب اما یه اتفاقی هیچ وقت یادمون نباید بره، یه 55 تا یادتونه این انتهای کار قبلیمون کشیدیم اینجا و بالاشی چی نیست؟ این 55 تا این ورم توی نقشم هست دیگه. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید بیایم و موقع کشیدن این اینو اعمالش کنیم. به چه شکل؟ بذارید من بیارمش تصویرش رو. 275.5 درسته؟ 275.5 ما دیگه چون تو اون دیوار قبلیمون این 55 تا رو در نظر گرفتیم دیگه اینجا در نظرش نمیگیریم، چون این میاد میچرخه به این میچسبه دیگه، درسته؟ خب پس بریم که از با ماشین حساب کمش کنیم. بذارید من یه دقیقه کلکولیتر رو دوباره بیارم. ما 60 کم چیو؟ راحت بگو. از این ور بخوام بکشیم من 60 سانتی دیوار کم کنیم، از این ور 55 که 3 سانت بین اون دوتا 5 سانت بینشون فاصله باشه، اون با کابینت زیر دیواری میشه 55، اون ورش این ور میشه 60. آره یعنی عمقش قرار میشه 60، عمق اون دیوار میشه 60 ولی عمق این دیوار میشه 55 طبق چیزی که کشیده. بذار یه بودی بیارم این چیزی که کشیده، عمق اینجا میشه 55، این عمق اینجا میشه 60، عمق اینجا میشه 55. این میشه خب الان که عمق اون رو نکشیدیم، ما الان اصلا هیچ عمقی نکشیدیم. این ور زیر پنجره قرار عمق کابینت زمینیمون باشه 55، این ور قرار عمق کابینت هم باشه 60. اما من دارم راجع به چیز دیگه صحبت میکنم، من دارم راجع به این کابینت، این انتها ثابتی. این ثابتی که بزنم یه دونه اینجا بزنم اینو، خب من دارم راجع به اینجا صحبت میکنم. وقتی که این کابینت اومده تا اینجا، حالا اینجا پرسپکتیو این اینجا تموم شده، اینجا یه ثابتی هست که من دارم تو تصویر میکشم، میبینی که در ادامهش این کابینت حرکت کرده. بسید داره خوشگلتر بکشمش. ببین این اگه بخوایم حساب بکنیم این شکلیه، تلاش هم میکنم اینجوریه، درسته؟ خب این رفته این پشت، یعنی از اینجا تا اینجا به عمق 55 تا این پشته، یعنی پشت
اینه، در ادامه اینه، در ادامه این قسمته. این ور که ما داریم اینا رو میبینیم، اینا چیه؟ اینا بعد از اون ثابتیه داره میاد دیگه. پس این دیواره که الان 275 اینجا باید منهای 55 بشه. به همین راحتی کل حرف من اینه. من کلکولیتر رو میارم میگم 275 ممیزه نیم منهای 55، درسته؟ 175. پس چرا اینجا آخه شبیه دوه؟ آره دوه، این نوشته دو. خب مساویه باز اگر شما برداشتی الان با این وضعیت 220 ممیزه نیمه. خب ما میایم اینجا و میگیم که ما یه رکتنگل داریم 72 ارتفاعش، 275 ممیزه نیمه هم چیه؟ طولشه. بریم رکتنگلمون رو اول بکشیم بعد چکشونه همون میزنیم R E C. این تقال اینا موقع سبودی خیلی راحت تر متوجه میشه اگر ویدیوها رو دانلود کنید. دوستان من خواهش میکنم که حتما اگر از ویدیوها راضی هستید حتما سابسکرایب رو بزنید و لایک کنید ویدیو رو تا دوستان بیشتری بتونن این رو ببینن و ما هم انرژی داشته باشیم که ویدیوهای بیشتری رو براتون بسازیم. خب توی قسمت دی رو میزنم، اینتر میکنم، گفتیم که 220 ممیز نیم طول داریم. البته یادم نره که متریکه، 2 ممیز 205 و عرضمونم که میشه 72 کما ارتفاع کابینتمونه، پس میشه ممیز 72. بفهم اینم میشه قسمت زیر پنجره. من اینو با استفاده از نور از این قسمت حرکت میدم و اینجا میشه. خب حالا کاری که باید انجام بدم تقسیم بندی شه. تقسیم بندی شو ببینید، نمیخوام خیلی روی این قسمت الان مانور بدم، یعنی چون ممکنه تقسیم بندی که برای این قسمت، برای این قسمت جداگونه تقسیم بندی نفرستادن. خب حالا ما اصلا فرض میگیریم که اینجا من چون هیچ ابعادی همونطور که میبینید دوستان نیستش، سه تا تقسیم بندی داریم دیگه که یکیش بزرگتره. ما میگیم آقا این و این، بذارید با اسنیپینگ تولز بهتون نشون بدم. ما میگیم این کابینت، عذر میخوام، خب درست شد، ما میگیم این کابینت، خب ما میگیم این کابینت و این کابینت رو اگر جمع کنیم میشه این کابینت. یعنی کلن این قسمت تقسیم بر 3 شده و این دوتا کابینت با هم اندازه این قسمت وسط هم. چجوری اینو بزنیم اینجا توی اتوکد؟ میگیم اینجا و اول میگیم که آقا 220 تقسیم بر ممیز نیم شدون نره تقسیم بر 3 میشه 73.5. میگیم اینجا سی اینتر، از اینجا شروع میکنیم میگیم 73 ممیز نیم اینتر. بازم اشتباه ما که متریکمون رو در نظر نگرفتیم، سیرکل رو میزنم، ممیز 73.5. ببینید 73.5. خب میگیم اینجا ممیز 735 دیگه میشه 73.5. این از این، درسته؟ لاینو میکشم اینتر، اینو میارمش بالا. خب یه دونه دیگه هم اینجا میکشم سی اینتر، از اینجا 73.5. باز میخوام سی اینتر 73.5. بفهم. خب حالا الان همهشون با هم برابرن، اینجوری که نمیشه. بذارید یه کاری کنیم، یه لاین میکشم اینتر، این قسمت هم تمام کنم. آها دای لاین اینتر، دایره رو پاک کنیم. خب تیریم رو بزنیم. اوکی حالا قراره که این قسمت هر کدوم از اینها، هر کدوم به این سمت و این ور، انگار این قسمت این بیاد این ورتر و اینم به چقدر، الان بهتون میگم. ببینید 73.5
تقسیم بر دو میشه 36.75. خب دوستان من یه اشتباه کوچیکی کردم. ببینید اینجا همونطور که گفتم کابینت وسط بزرگتر از دو برابر هر کدوم از این هست. یعنی ما اگر این وسطی رو هم در نظر بگیریم که یه خط وسطش اومده به این شکل، اگه بخوام بگم اگه ما یه خط وسط اینجا در نظر بگیریم، ما 4 تا کابینت داریم. یعنی این رکتنگل ما 4 قسمت شده. ثابتیش هم که اون پشت در نظر نگرفتیم، ما میایم اینجا سی رو میزنیم سیرکل و اینجا 73 ما ببخشید با کلکولیترمون 220 ممیز نیم رو تقسیم بر 4 میکنیم میشه 55 ممیز 125. با سیرکل شروع میکنیم اینجا کشیدن 55 نه ببخشید ممیز 55 12 5 این است. یه لاین میکشم و اینو از اینجا میارم بالا. این قسمت رو هم دیلیت میکنم، تریم در ادیتر این قسمت رو پاک میکنم و همین کار رو ادامه میدم. یعنی چجوری؟ با افست او در ادیتر اینو میزنم 55 ببخشید ممیز 55 125 اینتر و دوباره اینو انتخاب میکنم 55 بله ممیزه 55-125 اینتر تمام شد 4 قسمت. ببینید دستور داریم که این خط رو کامل تقسیم بر 4 میکنم. من فقط میخوام الان که خیلی با کمترین دستورات کار رو پیش ببریم و به نتیجه برسیم. حالا اینو پاک میکنیم، الان میشه این قسمت وسط مجموع این دوتا کابینته به همین راحتی. خب این قسمت رو هم ما کشیدیم، این هم دوتا دیوار اینوری که من این رو میارم اینجا. ببینید این قسمت وقتی که 90 درجه به چرخه در ادامه این کابینت و اینجا قرار بگیره میشه ما این دیوار و این دیوارمون رو هم کابینت کرد. میمونه این ور دیوار این ور که من الان در ادامه آموزش این رو هم با هم دیگه کار میکنه، میشه این دیوار. این دیوار که باید کمدی به صورت کمدی قرار اینا اجرا بشه، این رو هم طرحش رو بزن. خب این هم کابینت هایی که قرار کجا اجرا بشه، قراره توی این تصویر ما روی این دیوار اجرا بشه. بریم که این قسمت رو هم اجرا کنیم. فقط قبلش یه چک بکنیم. ببینید اینجا ما توی نقشمون میشه این قسمت، اگر این نقشه ما باشه این دیوارمون رو الان میخوای بکشیم، درسته؟ برای این دیوار 402 سانتیمتری به اضافه 44 باید بشه یا نباید بشه؟ نه دیگه 404 گفتیم میشه 402، اینجا همون 402. این رو به اشتباه دوستان از پشت اندازه زدن. یه 402 سانتیمتره که این ور هم فکر میکنم ثابتی میخوره 64 سانت، درسته؟ یعنی میره پشت. میام اینجا توی تحریک که برامون فرستادن 402 تقسیماتش رو اگه بخواهیم نظر بگیریم 50 ستون داره، درسته؟ خیلی این دستگیر مخفی داره. خب اگه بخواهیم این رو جمع بزنیم همش هم 50 اینا با. این وسطی در شیشه خوردیدن 50. خب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 30 میشه 300 تا. ثابتیش چند سانتیه؟ تا اون پشت میاد. آها از اینجا بعد دیگه تا اون پشت ثابتی میخوره. این کار این دیواری که از دره دیگه این قسمت اینجا از در شروع میکنه. این کمد هشت که رستو تون میامد با این ثابتی یکی برد میشه. آها این میچسبه به اون کمدی که بله، یعنی که این قسمت ثابتی اینجا که توی تصویر دیدیم میاد و میچسبه به انتهای این کابینت هایی که اینجا هست. یعنی عمق این هم الان معلوم شد چقدره. چقدر عمقش؟ یست بزنید ببینید ما اینجا 26 سانتیمتر داریم. اگر عمقش رو 60 در نظر بگیریم 60 منهای
26 مساوی است با 34. بچه ها این قسمتی که این کابینت این کمدی حالت ویترینیمون هست این عمقش 34 و اینجا این طرحی که برامون فرستادن این ثابتی میاد و میره پشت کجا؟ پشت این دیواری که اینجا هست. یعنی این قسمت رو میبینین؟ این دیواری 26 تا اومده جلو، بعد همونطور که توی ماشین حسابم دیدین 34 سانت اینجا کمدی میخوره میاد جلو، 34 بذاره 26 هم میشه چقدر؟ میشه 60 تا. یه 60 تا هم ما اینجا ثابتی داریم که میاد اینجا، درسته؟ خب بذارید با ماشین حسابم یه چک بکنیم. من دوباره اینو صرف کنم، طرح دوستمونم بیارم، ببینیم اینجا ما با چه عبادی درگیریم. یه جمع بزنیم ببینید، یه 50 سانت داریم و بعدش دستگیره های 3.2 سانتی. من اینو میارم یه جوری تنظیمش بذارید بکنم. خب بهش فهم میکنم که معلوم باشه. میریم جلو، 402 منهای از همین ور شروع میکنم، 60 منهای 50 منهای 3.2 منهای 50 منهای 3.2 الان کجایی؟ اینجایی. منهای دوباره 50 منهای 3.2 و خدا من قاطی کنم کجا شو؟ اینجاییم الان، این 3.2 اینجا دوباره منهای 50 منهای 50 منهای 3.2 منهای 50 7.9 اضافه میاد که بیاد چیز حساب کنیم پرمانی درد شیشه ای. مگر اینکه این دوتا 52 نباشه، این 50 نباشه، 50 این 50 این 50 این 50 و این دوتا 50 نباشه. خب دوستان ما یه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این ثابتی ما احتمالاً از 60 سانت مقدار بیشتره و 66 سانتیمتر و این دوتا درب وسط هر کدوم 60. حالا یه بار دیگه من میخوام پیش شما این جمع رو بزنم که شما باز دوباره متوجه ماجرا بشید و سردرگم نشید. ببینید من از سمت راست شروع میکنم به جمع زدن. اول ما یه 402 داریم، اینو من در نظر میگیرم. منهای دونه دونه شروع میکنم اینا رو کم کردن. موسم آروم آروم حرکت میدم. منهای 50 تا منهای موسم میارم اینجا. 3.2 تا منهای یه 50 تا دیگه. دوباره موسم رو گذاشتم همونجایی که دارم حساب میکنم. دوباره منهای یه 3.2 اینجا دارم. دوباره منهای یه 60 تا اینجا دارم. دوباره منهای یه 3.2 اینجا دارم. دوباره منهای یه 60 تا اینجا دارم. و دوباره منهای یه 3.2 دیگه اینجا دارم. و دوباره منهای یه 50 تا اینجا دارم. و دوباره منهای یه 3.2 و دوباره منهای اینم 50 تا آخر. مساویمون 66 تا. به همین راحتی. پس ما این رو 66 در نظر میگیریم. بریم که اینو بکشیم. پس ما یه 402 تا داریم توی واسه رکتنگل این دیوار با یه ارتفاع 224 تا. بریم اینا رو بکشیم. میایم اینجا و با استفاده از بذارید من فقط یه دونه سی او بزنم، سی او اینتر و از اینجا اینو بیارم اینجا، اینو میزنم دیوار صرف. خب میام اینجا و رکتنگلم رو شروع میکنم به کشیدن، REC اینتر، یه جا کلیک میکنم تو صفحه، دی رو تایپ میکنم و اینتر میکنم و طولم رو میگم 402 اینتر، عرضم رو میگم ببخشید میشم ارتفاع، البته عرض رکتنگل هم میشه 224. بازم من یه اشتباه کردم، شما حواستون باشه اینه ما بی‌دقتی نکنید. رکتنگل اینتر، کلیک تو صفحه، دی اینتر، 4.02 میشه 402 سانتی‌متر. ارتفاعمون هم میشه 2.24. بفهمید.
اینم از این، حالا با استفاده از موو این رو از اینجا به این شکل حرکت بدیم. و اینجا تقسیم بندی رو انجام بدیم. سی اینتر گفتیم 66 تا ثابتی داریم. یه لاین میکشم از اینجا میام بالا اینتر. حالا دوباره مثل دفعه بزنیم، میتونیم اینو بذاریم این زیر. من اینو میارم و میارم توی این قسمت. خب و میارمش اینجا. یه ذره کلمه هم کوچیک میکنم و اینم میارم اینجا و هم رد. خب شروع میکنم به آفست کردن. این سیرکل رو پاک کنیم. او با تریم اول من این قسمت اضافه بالا رو دقیقا مثل دفعه قبلی پاک میکنم. حالا باسه از آفست او دبل اینتر این قسمت انتخاب میکنم. 66 تا که زده بودیم، حالا چی داریم؟ اولی 50 نیم اینتر. حالا یه دونه سمایز دو داریم. دوباره از دستو خواهشم، دوباره میام تو آفست دبل اینتر انتخاب خط صرف 32 اینتر و دوباره از دستور خارج میشم دبل اینتر میام اینجا. دوباره 50 سانت داریم، سه تا اسپیس، دوباره صرف 32، دوباره میام اینجا و حالا اینجا چی دارم؟ دوتا 50 تامو کشیدم در دستگیر مخفیش میشم، حالا دوتا 60 دارم و یه سه ممایز دوتا، پس میکشم 6 دهم مساوی با 60 سانت. از دستور خارج میشم دبل اینتر انتخاب، دوباره 0.32، دوباره از دستور خارج میشم با یه اسپیس، دو تا اسپیس میزنم، دوباره دستور آفست رو اعمال میکنم، انتخاب خط چقدر، اینم دوباره 60 سانتی متر. از دستور خارج میشم دوباره دبل اینتر میام اینجا و دوباره 0.32، اینم دستگیر این. مثلا ما الان تا این انتها رو کشیدیم، میمونه این دوتا 50 تا. ببینید این دوتا 50 تا و یه دونه سمایز دو سانت همی وسطش خالیه، بریم بکشیمش. خب دوباره دبل اینتر نیم، دوباره دبل اینتر 0.32 تمام. حالا اگر من یه دونه سیرکل از این قسمت بکشم به اندازه نیم، دقیقا اینجا بس میشه و همین راحتی تمام شد. این دیوارمون هم ما کشیدیم، این قسمت ثابتیه، این قسمت ثابتیه و بقیه هم تقسیمات دقیقا طبق همین چیزی که کارفرما برامون فرستاده، همکارمون برامون فرستاده و حالا دیگه توضیحات دیگه برای مراحل سه‌بعدی و متریال گذاری و غیره هستش. خب پس ما دیوار آخرمون رو هم کشیدیم. من یه دونه کپی از این قسمت بکشم CO اینتر و اینجا اسکو میزنم روش، دوباره کلیک میکنم و اینم میرسم دیوار چهار رو. تمام. خب دوستان تا اینجا یه کار، امیدوارم که از کار لذت برده باشید از آموزش این قسمت. آموزش امروز یک مقدار طولانی تر شد، امیدوارم که خستتون نکنه. من سعی دارم که خیلی اصولی و همونطور که در سریع ترین زمان ممکن بتونید کار رو انجام بدید، اما کاری که خودم همیشه انجام میدم رو و آن چیزی که میدونم رو کامل در اختیارتون بذارم تا بتونید به بهترین وجه کارتون انجام بدید. تنها چیزی که میمونه از ادامه مراحل این کار کشیدن جزیره و مشخص کردن پاخور و تاج و غیره و اینها هستش و حالا ادامه داستان ما تو جلسه بعد حتما پیگیری میکنیم. خسته نباشید.